های باستانی در بعضی از خب رسانه ها اومده که محمد رضا خاتمی سعی کرده اعداد و آماری رو ارائه بکنه که این آمار و اعداد تقلب رو اثبات میکنه میشه بر مبنای چنین شواهدی تقلب در انتخابات ده سال پیش رو اثبات کرد؟ ما نمیدونیم البته تو این دادگاه چه چیزایی گفته شده نشده از دو طرف ولی واقعیت اینه که در ارتباط با انتخابات 88 حداقل تصور من از اون چیزایی که تا حالا دیدم از ابتدا همین بوده که مهمترین بخش داستان بخش عددیه چیزهایی هم که در گذشته حالا خود من در این زمینه نوشتم مشخصا روی همین شواهدی تاکید داشته و نه بقیه موضوعات که ممکنه مهم باشن ولی اهمیت درجه اول ندارن خب در این فرصت کوتاه شاید نشه به اینجور چیزها به تفصیل اشاره کرد اما مثلا همین یه فقره که در انتخابات 88 در یک چیزی حدود یک سوم شهرستانهای ایران نرخ مشارکت قریب به 100 درصد بوده یعنی یا یه خورده کمتر یا 100 درصد یه خورده بالاتر این تصورش و تصور اینکه در یک انتخابات طبیعی یک همچین اتفاقی به عددی بیفته خیلی سخته تقریبا غیر ممکنه معمولا از طرف مقابل البته استلال های عنوان شده و اون اینکه خب در انتخابات های مختلف ایران این اتفاق افتاده که در حوزه های نرخ مشارکت بالای 100 درصد وجود داشته ولی خب یک وقت هست که شما در مثلا 5 درصد حوزه هاتون یک همچین پدیده ای رو مشاهده میکنید یک وقت در یک سوم حوزه ها دارید مشاهده میکنید مثلا شما فرض کنید که یک وقت هست که در یک امتحانی شما در پنج درصد اوراق امتحانی نشانه های غیر طبیعی رو میبینید که حاکی از نوع مشخصی از تقلبه خب اون یک نوع برخورد رو میطلبه یک وقت هست که شما ببینید در یک سوم کل برگاه امتحانی این پیده رو دارید میبینید احتمالا دیگه کل اون امتحانات یک مشکل کلی ممکنه داشته باشه و تازه همه اینها در حالیه که اگر خاطرتون باشه در روز انتخابات 88 از صبح انتخابات یا حداقل از ظهر انتخابات به کرات خبرهایی در رسانهای رسمی ایران منتشر شد که حکایت از این داشت که کسانی میخوان رأی بدن و دچار مشکل شدن مثلا جاهایی که در همون ظهر برگه های رأی تموم شده بود و مردم باید مدت ها وامیستادن تا اینکه برگه بیاد یا اینکه انتخاباتی که خب گفته میشد که رکورد مشارکت رو زده چرا باید به جای اینکه مثلا تا دم ساعت 12 تمدید بشه از ساعت 9 دیگه بگن که دیگه نمیشه رای داد به عبارت دیگه شما میتونید اینطور تصور کنید که شاید اگر تمام اون کسانی که میخواستن رای بدن میتونستن رای بدن اون وقت یک سوم حوزه های نزدیک 100 درصد شما از اون هم بیشتر میشد ممکن بود نصف حوزه با یک همچین وضعیتی مواجه بشه حالا دیگه فارغ از اینکه شما تحلیلتون باشه که اساسا اون کاری که انجام شد که ایده در روز انتخابات نتونستن رای بدن آیا اینها بخشی از کل داستان بود یعنی کل اتفاقی بود که داره میافتاد یعنی اون دیگه بحث جداگانه ولی خب این مجموعه اتفاقات در رأسشون اون درصد مشارکت غیر طبیعی در این تعداد وسیع از شهرستان ها و حوزه ها بود در هر صورت ده سال گذشته دو تا انتخابات ریاست جمهوری هم بعد از اون انتخابات برگزار شده چرا باید در سطح افکار عمومی هنوز نتایج اون انتخابات مطرح باشه در سطح افکار عمومی به هر حال خب اینی که مطرح شده که حالا شما میدید دیگه قبلا به حال در یک مصاحبه ای، یک خبرنگار اصولگرایی سوالاتی رو مطرح کرده در مورد انتخابات تحت فشار گذاشته مصاحبه شونده رو و او یه چیزی گفته یعنی این فقره ای اخیر خب به نظر خیلی تصادفی بوده حالا گذاشته از اینکه به حال به ده دهمین سالگرد اون انتخابات هم داریم میرسیم که طبیعتاً یک سالگرد روندی است و خب بحثایی رو به دنبال خودش خواهد آورد ولی واقعیت اینه که از قضا بعد از انتخابات این قسمت از داستان یعنی بحث های عددی مرتبط با تقلب به اون صورت مطرح نشده به دلایل خیلی ساده یک دلیل اصلشون بوده که اینا بحث های اصولا سختری بوده یعنی وقتی که مثلا بحث تقلب در انتخابات مطرح بوده از ابتدا یک بق... قسمت های بخش های آسونترش بوده فلان مقام دولتی چی گفت نمیدونم صدا سیما چی کار کرد اینا خب درسته بله. نه اینکه مهم نباشه مهم هست ولی بخشی با اهمیت خیلی کمتر بوده بخشی با اهمیت بیشترش که این بحث های عددی بوده خب بحث های سختی بوده دیگه یعنی از بین لاولای آمار چیزای بیرون کشیدن اثبات شدن یا نشدن اینها اونها قسمت هایی بوده که طبیعتا داوطلب کمتری وجود داشته واسه پرداختن به اون بحث ها به ویژه در شرایطی که حکومت مشخص کرده بودی که این یک خط قرمزه یعنی شما در مورد انتخابات حالا بگه تخلف شده بد اخلاقی شده چی همه اونها رو در حدی حکومت تحمل میکرده ولی شما اگر که در داخل ایران باشید و میگفتید که تقلب شده حکومت به بیان ساده انگار پیامشون بوده که اگر از این خط قرمز کسی بگذره منهدمش میکنیم کما اینکه در خیلی از موارد هم اتفاق افتاده طبیعتا این رعب باعث شده که خیلی پرهیز کنن از ورود به اون قسمت از بحث و گذشته از بحث ترسی که به حال یکی از واقعیت جامعه سیاسی ایران هست مسلحت سنجی هم به نظر میاد که از یک زمانی بعد وارد داستان شد مثلا اگه خاطرتون باشه نزدیک که دیگه فضای سیاسی ایران شد به انتخابات 92 خیلی از کسانی که منتقد انتخابات 88 بودن ولی میخواستن مردم رو هم دعوت کنند در انتخابات 92 رای بدن خب دیگه باید یک جوری رای دهندگان رو را انگار متقاعد می‌کردن که خب اگر انتخابات وضعیتش این هست چرا شما باید در یک انتخابات دیگر شرکت کنید و کسانی اینجاها رفتن که خب حالا تخلف شده ولی تقلب نشده تقلب شده ولی در حدی نبودی که انتخابات مثلا نتیجهش تغییر کنه حتی در این ماجرای اخیرم که خب بحث 8 میلیونی که مطرح شده حالا فارغ از اینکه شما این بحث رو قبول داشته باشید یا نداشته باشید کسانی اومدن از این زاویه به داستان نگاه کردن که خب 8 میلیون هم اگر که اضافه شده باشه به رأی‌های در واقع کاندیدایی ب... که به عنوان رئیس جمهور اسمش اعلام شد ولی حتی اگر اون 8 میلیون هم اضافه نمیشد اون ممکن بود برنده بشه استدلال شبیه این هستش که مثلا شما در سر جلسه امتحان کسی رو گرفتید که یک ساعت از روی کتاب نوشته ده. و بعد کسی در دفاع از اون بگه خب حالا شاید اگر این, این رو باز هم نمره می بود. اصطلاح در این سطح ها میره متشکرم. به نظر میاد که فارغ از اینکه اون بحث اش میلیون کسی قبول داشته باشه نداشته باشه نفس این بحث اثبات شدن یا نشدنش اهمیت خیلی تعیین کننده ای خواهد ممنونم, ممنونم از حسین باستانی همکارم اینجا در استودیو